و همایش امروزی ما در رابطه به این است که نقش زنها در تأمین صلح و نادیده ساختن صلح در افغانستان چی اندازه است، در مورد از این موضوع بحث‌های صورت خواهد گرفت. بر صورت آقای پرنس علی، جوان و هموطن ما که بعد از 20 سال به کشور تشریف آوردن، شخصیت چند بودی هستند، یکی از آرتست های موفق هالیوود و سفیر بین المللی صلح هستند، فعال در عرصه صلح در سطح بین المللی بودند و هستند و فعالیت های زیادی در مغرب زمین و در سطح کشورهای مختلف داشتند و در رشته ادیان هم تحصیلات دارند و به اصطلاح سخنگوی بشریت برای صلح هم تعیین شدند و در مسائل دینی و مذهبی مطالعات بسیار عمیق و ژرف دارند و قاری قرآن عظیمشان هستند. اینا تصمیم دارند که بنیاد را با جمع از نخبگان و اشخاص متخصص و متعهد بنیانگذاری کنند که در راه صلح خدمت به مردم افغانستان شود. حال از جناب آقای پرنس علی خواهش میکنیم که دوستانه دعوت میکنیم که تشریف بیارن پشت جایگاه و در مورد بحث امروزی ما صحبت کنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما هستیم، بر جمع ملت افغانی خود هستیم، برای ما بسیار جای افتخار است و بعد از 20 ساله که درست است اینجا آمدیم و پس همو افغان و همو زاری افغانی هستیم که تحصیلات خود در خارج به بعدن پس بباره به اینجا برگشتیم. خدا کنه امروز سخنرانی که میکنیم، حرفهایی که میزنیم، خدا کنه آن قد بجا باشه که صدای ما به همه جای دنیا بره برای راست و نیک. آیه ای را که خواندم شما همه می‌دانید که میگه خداوند بی‌نیاز و یکتا و یگانه هست. خداوند به کسی نیاز نداره و ما به خدای خود نیاز داریم. ما کسی هستیم که به او نیاز داریم و نیازمندی از او هستیم. و امروز وقتی که ما در راه دین، در راه قرآن، در راه انسان شناسی حرف می‌زنیم و امروز با همین جنشسته هستیم و میگیم که ما چطور بتانیم مملکت خدا آباد بسازیم اما از تعداد خود خبر نداریم، پس چطور ما حالات خود را درست کنیم؟ پس چطور ما بتانیم فرق عظیم در جامعه خود بیاریم؟ وقتی که احساس و تعداد انسان درست نبود، پس انسان چطور بتانه دین و مذهب و مملکت خود را پیش ببره؟ این مردم ما امروز بسیار این مملکت به فقان رسیده، بسیار عذاب دیده، سالهای سال به جنگ بوده، صدها سال گذشته، اما باز این مملکت تا امروز آباد نمیشه. آیا دلیلی از این چی هست؟ آیا هر کسی که اینجا هستن دلیلی شاید داشته باشن که برای ما بگه دلیلی واقعی از این چی هست؟ و چرا ما به این بحران قرار داریم؟ و چرا با سالهای سالی که هست به بیلیارها دلار به افغانستان آمده، از ممالک، از روسیه، از لندن، از فرانسه، از امریکا، کدام مملکتی نبوده که در اینجا آمده و امروز ما با این حالت رسیدیم اما بازم ما از او استفاده کرده نتونستیم؟ آیا دلیلی از این چی هست؟ ما مردم بهترم، آیا فرق زیر ما میدونیم امروز آمدن ما با اینجا چی هست؟ سخنرانی خود همیشه میشه، سالهای سال شده. آیا خدا نمیگه که به من نزدیک باشین تا ما برای شما عطا کنم ای بنده مؤمن؟ آیا قرآن نگفته برایتان که برای راست باشین و ما برای شما میتم؟ آیا امروز ما همه چیز فراموش کردیم؟ آیا ما این فراموش میکنیم که به پیش خدای بارگاه عظیم بریم امروز استاده شویم و یا پیش رئیس جمهور یا وکیل و درا؟
پس کدامش بهتر است؟ پس تا چی وقت ما به ایالت سر میبریم؟ تا چی وقت از این بوران ها استفاده میکنیم؟ تا چی وقت بر مجالس نشسته هستیم و اعمال نیک و سر چیزی که بر ما با وجود بیه نیست؟ تا چی وقت خواهرای برادران؟ خداوند برای ما درک داده، احساس داده، فهم داده، علم داده، قرآن داده، کتابای ادیان روان کرده و امروز ما در تاریخ سنچوری یا قرن 21 هستیم. آیا ما نمیتونیم از این استفاده درست کنیم و مثل جهان غرب؟ آیا ما نمیتونیم از این فقر و بدبختی خود بیرون کنیم؟ اینقدر ملت‌های دیگری که کردن، آیا ما نمیتونیم؟ با بسیار حالت زجر ما زندگی میکنیم ای مردم. وقتی که ما میاییم میبینیم حالت زنهای خود، اطفال خود، پس چقدر احساس قلب در دل ما زیادتر و چقدر انجام کنم؟ اما تا چی وقت، تا چی اندازه؟ ما خواهش ممیز از هر خوار برادر مؤمن ما، هر کسی که در مقابل ما، در گپهای ما غلطی یا سوی هست، پس بیاین حرفی بزنن و ببینیم که چی قدر گپهای ما بجا و بجا هست. امروز بزرگای ما، وزرای ما، وکلای ما اینجا هستن، کسایی هستن که با احساس هستن اینجا هستن. ما اینجا با کسی با پیش پانگیری نامدیم که حرفی بزنیم که خدای نخواسته با سر دولت یا سر ملا و مولوی ما بر بخورن. اما ضمیر شناسی در انسان بسیار مهم است ای بنده مؤمن. پس به خدا نزدیک شوین تا دعای ما قبول شوه و از این حالت برایم. غیر از او از این بحران شما برآمدنی نیستیم. سالهای سال گذشته و امروز به تاریخ هم ایران نشته کنیم که 100 سال دیگه هم بگذره شما از این بحران نمیبرایید. مجالس سیاسی شما را به خدا نزدیک نمی سازه. علم قرآن، تفکر انسانی انسان را به جای می رسانه. پس تا چی وقت ما و شما از ضمیر و پاکی خود استفاده نمی کنیم؟ تا چی وقت ما و شما فکر نمی کنیم که ما چه اشتباهاتی داریم؟ تا چی وقت؟ امروز در مؤسسه که داخل می شیم، یک خانمی که امروز رئیسه می شن با مثل یک مرد حرف می زنن، نه با مثل یک زن. پس چطور حالت زن تغییر بخوره در اون مملکت؟ وقتی که یک مرد میایه با مثل مرد سالار پیش میره و یک زن، پس فرق مرد و زن چی شد؟ پس خدا چی گفته؟ پس چرا در شکم مادر 9 ماه اولاد داده؟ پس آیا فرق زیر ما هم نمیدانیم که مادر یعنی چی؟ اما این مازاده یک مادر هستیم. اون مادر اما اطفال 14 ساله 6 ساله بوده که امروز در افغانستان اینا با حالت فقر سوء استفاده میشن، خرید و فروش میشن. اما اطفال هستن امروز، کسایی که امروز در جامعه رشد میکنن و امروز رشدی از و بر بدبختی این مملکت میشن. چرا؟ به خاطر که بسیار برهنج کلان شدن، بسیار عذاب دیدن. وقتی که کلان میشن همو شمشیر استاد به دست خود میگیرن، استاد میشن با مقابل مردم و اونا فکر دیگه ندارن، تدریس علمی ندارن، علم نیست، قرآن در خونده ایشان نیست. وقتی که ندانن معنی قرآن یعنی چی، پس چطور بدانن که امروز مملکت آباد شود؟ پس چطور خدا بشناسن؟ درست است که ما قرآن میخوانیم، درست است که ما مکتب میخوانیم، و وقتی که معنیش نفهمیم یعنی چی؟ ما به این استاده هستیم که نماز میخوانیم. ما نماز خواندن ما به پیش بارگاه الهی خاص به خاطر عزیز که ما را خداوند ببخشه و ما پاک دامن باشیم بر ملت و مردم خود. خداوند به ما ضرورتی نداره، نه به نماز و نه به روزه ما، نه به 5 وقت نماز ما. قلبهایتان را پاک کنیم، دلتان را پاک کنیم. این حالت بحرانی که سری افغانستان، سری زنها و اطفال یتیم میشه، او را پاک کنین ای مردم مؤمن. تا چی وقت در فکر ازی هستین که تاریخ و تمدن شما را چنج نمی کنه تا که شما مین خدا، تا که ما مغز خود را در پیش خداوند پاک نگردانیم؟ ضمیر خود و وجدان خدا. ضمیر و وجدان یعنی چی؟ آیا فکر میکنین که ضمیر یا وجدان یک کلمه بسیار ساده هست؟ نه خیر نیست، یک کلمه بسیار بحران و پیچیده هست. پس فکر کنیم سرش چطور بتانیم ما قلب خدا پاک کنیم، با خدا نزدیک شویم و این حالت بدبختی و بحرانی که در افغانستان است دور کنیم. امروز درست است که وزرا و وکالت است. وقتی که یک وزیر ما سر چوکی نشسته با یک غریب چه قسم وضعیت میکنه حرف میزنه؟ آیا درست است؟ آیا در وقت محمد امین حرف زده شده یا در وقت حضرت موسی علیه السلام؟ تعادل یعنی چی پس؟ انسان شناسی یعنی چی؟ پس فرق یک بنده مؤمن و بنده غیر مؤمن چی شد ای بندگان؟
آیا ما فراموش کردیم که ما از کجا آمدیم؟ ما به کجا میریم؟ این سر جوان اینا ترین میشن و اینا یاد داده میشه که چجوری قیدوی کنن، اما یاد داده نمیشه که چطور به درگاه خدا نزدیک شون و زمیر خدا بشناسن. ما تا چی وقت ساده هستیم؟ بروی ازی که وزیر و مقام باشه حرفش گوش بگیریم، حرف خدای خدا گوش بگیریم. ای بندگان مؤمن، بس است. چقدر لواطت در این مملکت صورت میگیره. 4000 سال پیش در وقت حضرت موسی علیه السلام، وقتی که در اونجا میگفتیم با شما میگیم بچه بازی، آیا یک کلمه بسیار ساده هست؟ امروز ما با ساتیری روزمره خود اطفال خود استفاده میکنیم. 4، 6 تا 14 ساله را، من نمیگم یک جوانی 18 ساله را، من نمیگم یک جوانی 20 ساله را، من نمیگم شما شخصی را که شما شراب میخورین یا این کار میکنین، اما ظلم است برای خدا که یک اطفال یتیمی که شما خرید و فروش میکنین و امروز هر شب و روز بچه ها و دخترها را که از سن 6 یا 14 ساله هست بوره میرخسانین، آیا این غضبی بزرگی از طرف او خدای لایزال نیست امروز برای ما؟ آیا سر از یک مادر فکر نمی کنه که تا چی حالت شما این حالت پیش میبرین؟ آیا اولاد نداره این از خود؟ آیا در خانه شما پسر دیگری نیست که بداره که چی کار سریش اولادش میشه؟ پس فکر کنیم، از این بازی ها بگذاریم، ضمیر خود را پاک کنیم. ای بندگان مؤمن، این حالت ها تغییر نمی خوره. این وزارت برای ما و شما نمی مونه وزرای مقدم، این وکالت و پارلمان ماندنی نیست. ما و شما همه رفتنی و جواب دادنی هستیم به درگاه او. این وقت و زمانی که امروز با میتینگ ها داریم همه ایش میگذره. گذشته وقتی که سر افلاطون و فرعون گذشت برای ما و شما چی میمانه؟ امروز وقتی که با پیغمبر خود ساده هستین میگین لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنی چی بندگان مؤمن؟ پس شما طریقتی حضرت محمد فراموش کردین. او یک انسان به لهجه تون حرف نمیزد. وقتی که در تعادل میرفت میگفت بگذار با خدا که خداوند او را حل بسازه. اما امروز ما و شما چی میکنیم؟ امروز خود ما میخواهیم تعادل و توازن را دست داشته باشیم. امروز یک ملای ما، امروز یک رئیس و کلای ما، امروز اینا تعیین میکنن روش و سرزنش یک انسانه. درست است بجا، اما از راه علم و قرآن چی گفتن؟ اما خدا چی گفته؟ تا چی وقتی به این حالت ها پیش میریم؟ تا چی وقت ما از علم پیش نمیریم؟ تا چی وقت ما در این حالت خودم میگذاریم؟ وقتی که خانم میگیم، وقتی که اطفال میگیم، وقتی که مادر میگیم، یعنی چی؟ پس بیاین که تغییر درستی بیاریم از برای خدا. بس است، سالهای سال گذشته و باز میگذره، باز به می حالت هست. چقدر بحرانی در این مملکت آمده، شما تاریخ بخوانین، داخل شوین ببینین که چی است. 4 کتابی ادیانی که خداوند آفریده و قصه بوده، ای به این نبوده، به پند برای ما و شما آمده. باید ما او پند را امروز عملش انجام بدیم. ای مادرهای بزرگ، ای وزرای ما، ای وکلای ما، امروز بگذارین از این که با قدرت هستین، از تعادل پیش برین، از برای خدا، از درستی پیش برین. درست است که مال پیسه زیاد در این مملکت میه، قدرت زیاد به دست میه، این قدرت ماندنی نیست. بتین به چیزی باید ایمایتان اقلا یک استفاده درست شود، اقلا یک مکتب درست آباد شود. با میلیاردها دلار به افغانستان میه، اما امروز یک سرک قیر در افغانستان وجود نداره. شما از وقتی که از افغانستان خارج میشین ببینیم که حالاتتان در خارج چه قسم گفته میشه. با مثل یک گدا استاده هستیم که کسی به دروازه ما یک دلار بندازه. آیا تا چی وقت اینجا با میتین این کاره؟ گدا پیش خدا باشین که شای واقعی اوست میگه دستتان بر ما دراز کرین. ای بنده ای مومن که ما برتان بتان، نه رئیس و نه پاچه و گدا. پس تا چی وقت ما این کارا را میکنیم؟ پس ضمیر خدا نزدیک بسازیم به خدای خود، قلبهای خدا نزدیک بسازیم. هر قدر گپ بزنیم کم است، اینجا بسیار بزرگای ما هستن، احساسات ما زیادتر است. اما بندگان مؤمن وقتی خداوند برای ما عرض میکنه و میگه و ما او را پیش نمیبریم، تا چی وقت؟ علم آموختن یعنی چی؟ قرآن یعنی چی؟ خدا یعنی چی؟ اگر گپ مسئله هر کسی بد میخوره و به جا هست، من حس بهشون خواهش میکنم جدا میتونن بیاین بیاره یک دقیقه دو دقیقه حرف بزنن.
ما از کیش حق کسی را گرفتنی نیستیم. ما اینجا با مقام و قدرت نیستیم که گپ های بلند و پایانه بزنیم. اما بزرگای ما، محترمای ما، باید فکر کنیم امروز بسیار ایالت ها صورت گرفته، یک تغییری در جامعه خود بیاریم. بر گوش همه به جا بنشه و بدانند که ما هم مسلمان و افغان هستیم و چقدر ضمیر ما مردم پاک بوده که خداوند ما را نمیگذاره تا امروز روز به حال بیاییم، به خاطر ازی که تا هنوز هم زنا و خطا و فریب در این مملکت است، تا که ما زنا و فریب و خطا را بچه بازی و دختر بازی و سنهای غیر جوری را پیش نبریم، هیچ وقتی این مملکت آباد شدنی نیست. امروز این گپ یاد داشته باشین، به پا ساده شین و پیش بارگاه الهی از خدای خود بخواین، استاده شوین، بگذارین در خانه ای که قرآن خوانده میشه، در مسجدی که در هر مملکت، در هر قسمت شهری که میرویم خانه ای خداست و در اونجا قسمتش بچه بازی میشه، در قسمتش اونجا دختر بازی میشه، یک پسر 6 ساله تا 14 ساله ابیوز میشه، سوء استفاده میشه. پس او خانه چطور پاک شد؟ بندگان مؤمن، خداوند 4000 سال پیش ملائک آفرید، آورد سر دشمنا سنگ اندازی کرد به خاطر همین اعمال. پس امروز چطور ما و شما بتانیم پاک شیم تا ما اعمال درونی خود پاک نکنیم؟ ما زیادتر دیگه زیاده حرفی نمی کنم. بزرگای ما اینجا هستن، نشستن.